سلام بر یوتیوب سال اقتصادی هستم براتون امیدی ویدیوی سم ده از ده داریم نگاه کن نگاه کن با دکتر سنا میخوایم راجع به دودول بازی و خود صحبت کنیم به خاطر اینکه خیلی تو کامنت ها سوال پرسیده بودن که آقا داستان چیه اگه چیزی میدونی به ما بگو فلان بسا دیگه منم از دکتر خواهش کردم که اگه میشه بیاد من تنهایی رو زب نکنم یه نفر باشه که چطور چیز بهتره یعنی چیز بلد باشه چون مگه چیز من, من هم چک کنم در میرم چطوری دکتر؟ فدای تو یو 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 سلام سلطان خیلی ب... خیلی از از ممنونم بابت اینکه دوباره افتخار دادی منو دعوت مرسی از تو که اومدی دیومان. یه ضبط کنیم در خدمت فدایی داری عشقی سلطان آقا شما خودتون بخوادم. بزنین یا نه؟ من من اصلا از صبح تا دو بار زدم من اصلا ده صبح اصلا هم چش بچه <تص> شوخی میکنی سویل یا نه جدی واقعا تو از صبح دو بار زدی؟ از صبح دو بار زدم آره. خب الان ساعت چنده اونجا؟ الان 11 صبح. یعنی از چند صبح دو بار زدی؟ این دیشب ساعت 4 5 خونه. بعد رفتم 4 5 گفتم خوابیدم بعد ساعت 7 از خواب بیدار شدم چون فکر میکنم مثلا ده شده باشه نگران بودم یه وقت دیر بیدار نشم. بعد بیدار شدم بعد دیدم ساعت 7 هنوز مثلا 4 ساعت مونده تا 11. خب 400 مونده دیگه من حالو بی دیگه بی زحمت نباشه دیگه یه جقه ملو رفتم و بعد خوابیدم بعد خواب بودم و یه یه تکس اومد که سوهر یه نیم ساعت بندازیم عقب بعد تکس روی ساعت اومد تلفنت کیریم تو کیفم بود کیفم هم تای اتاق بعد میدونم ساعتم ریپلای میکنم نمیکنه دیگه بلند شدم گفتم چون الان به تو نگم تو نمیفهمی بعد منم دلم میخواست بخوابم گفتم که خب چقدر عالی من الان فقط یه ساعت و نمیتوسم بخوام بخاطر میتونم دو ساعت بخوام مشتیه بعد سر همین ایده بلند شدم یه تلفن آوردم به تو مسیج زدم گفتم خاله تلفن آوردیم به قول معروف یه وبسایت مخصوصا بریم اون یه دیدی بزنیم داستان چیه بعد دیگه وبسایت ما رو مجبور کردم به کار غیر دینی و خلاص دو روز غیر دینی واقعا به نظر من و اینا غیر علمی نیست آره چه خوب گفت فقط دی غیر دینیه دیگه آره غیر علمی به نظر من نیست اتفاقا خیلی هستن 90 درصد مردای آمریکایی و 75 درصد خانومای آمریکایی حداقل یه بار تو زندگیشون تجربه کردن آره بابا که اصلا اونم دروغه اونم صد اون نشون میده که 20 درصد آمریکایی دروغه اون تو برام مقاله دادن خوبی سوهیل من از بچگی خیلی خیلی وحشی زود جنگ می‌زدم این هفت سالگی هیچ باور نمی‌کنه اصلا بعد باهات اتفاقی که افتاد توی داستان جق این بود که وقتی من تو هفت سالگی میزدم چون آب نداری این داستان اورگازم رو که میگیری واسه من میرفت یعنی مثلا ما میزنیم یه میگی تموم میشه اون عه تموم نمیشد وقتی هفت سالته همین جوری میرفت تا وقتی که تو دستاتکون میدادی تو تو ارگزم بودی بعد مثلا بعد از چل ثانیه از, از خوشی تبدیل میشد به درد بعد من اون بچه بودم انقدر دردش و وحشیانه بود که تو مغزم میگفتم مثلا اینا که جنگ میرن مثلا آدم میگیرن و اسیر میگیرن و اینا اگه میخوان حرف بکشن با باید برشون جق بزنن بعد وای نستن بهم میگن که انقدر درد داشت. ولی وقتی که الان مثلا شونبول شونبول دیگه مثلا آب میاد دیگه درد نداره خیلی جالب بود برام و خلاصه من دیگه بچگی میزدم و خب هر وقتی روز وقتی آب تمیاد تم خب وقتی آب تم میاد الان دیگه ادامش نمیدی که تو ببینی درد داره یا نه تو ارزام مال ما مردای نه درد اصلا نمیتونم وای, وای نه خب الان, الان الان که میاد میخوابه شونبوله دیگه تو آپشن نداری آره میره نیست اون موقع نمیره بچه بودم گفت جونم شاخ وایساده بود هنوز هست هنوز هست واقعا خیلی جالب بود بعد خلاصه دیگه من میگم در حد مثلا یه آدمی میخواد بره المپیک هر رو تمرین کردم و تا به خانم هم رسیدم و گفتش که گفتیم که آقا مثلا چون مثلا سه سالشه و اینا بیا بچه داشتیم که تا بچه به دنیا بیاد تو حامله بشی و اینا میشه مثلا چهار سال دیگه فاصله هم خیلی زیاد نباشه بعد گفتم که آره بیا سری حاملش این بعد گفت حالا زغ نکن مثلا امکان داره تا دو ساعت طول بکشه من حامله بشم گفتم نه یه آدم معمولیه من ای که مثلا مداد طلا میتونم بگیرم برم المپیک من یه عمر واسه امروز آمادم یعنی تا اصلا شک نکن که من سری میزنم زیره گفت کسی چه بابا جمع به جدی میگم اونه ساینسه و مثلا طول داره و این بعضی اصلا چندین سال زحمت میکشن حاملشن گفتم خیلی خوب آقا ما من... خیلی جالبه یعنی من اینو نمیدونستم یعنی اینا اینترکورس دارن اینا دخول انجام میشه آبم طرف میریزه تو واژن زن ولی خانم باردار نمیشه آره مثلاً... مثلا یه دوستش بود که مثلا یک سال و نیم داشت زحمت میکشید حامله بشه مثلا یک سال و نیم طول کشیده بود مثلا آمارمون داشتیم چون مثلا بچه‌ها با هم بازی این... میکنن این یه چیز فیزیولوژیکه یا نه به خاطر یک بیماری یا به خاطر چیزی این اتفاق میفته من نمیدونم چیزی که النا به من گفت من فکر کردم که یه چیز نچاله واسه همه مرد اتفاق میفته که وقتی میخوان زن حامله کنن بین یه ماه تا یه سال طول میکشه بستگی داره چون من خیلی رو دیدم که مثلا میگه با الان الان تو ایران داداش این هم قرص اورژانسی و اینا مصرفش رفته بالا قرص اورژانسی که میدونی چیه آره قرص اورژانسی قرصیه که وقتی مثلا آب میریزه خب طرف دو تا همونجا میخوره تا 72 ساعت اگه بخوره اوکی حالا هرچی بهت زودتر بهتر که مثلا جفت تشکیل نشو اون تخمک باردار نشو خلاصه بعد مثلا من خیلی از دوستامو دیدم که آقا اتفاقی یه بار اومده آب و ریخته و دوست دخترش حامله شده یعنی اینی که تو میگی برای من خیلی جالبه به نظر من به نظر من این یه اتفاق فیزیولوژیک نیست که مثلا بگی آقا اون مرد اسپرماش شاید یا اسپرم کانتش پایین بوده <تصفح> یا مثلا حرکت اسپرماش مشکل داشته یا چون اسپرم خیلی باید یا قلزت اسپرما کم بوده که باعث میشده خانم باردار نشه و اینه به نظر من توالت فیزیولوژیک تو یکی دو بار ترای کنی طرف حامله حالا من نمیدونم میخوای تو کامنت ها هم بچه هات چه جاله چون دوری که من شنیدم آره چون دو من حداقل دو سه مورد از رفیقان بودن که فکر ب... که به فکر قرص چون میدونی که قرص برای سقط میزوپروستوله خب حالا باز ارزم به حضورت که اینو دیگه باید مثلا زیر نظر پزشک مصرف شو از این جور چیزا ولی قرص سخت اسمش میزوپروستوله که دو سه تا از رفیقای من بودن که آقا یه بار اتفاقی تو سکس مثلا حواسشون نبوده این آب ریخته یا من یه بار یه دختری رو دیدم سویل این دختر کسخل اومده بود گفته بود به دوست پسرش موقع سکس خیلی هم حشری بودم بعد جالبه اینا با دوست پسرش قرار گذاشتن که این سکس آخرشون باشه کات کنن فرض می‌خواستم با کات کنن گفت آره اون خواستم با همدیگه دیگه کار منم انقدر کلم تخمی بود موقعی که با این دختره دوست بودم بهش میگفتم با تو باید بری با دوست پسر تو که تو رو نمیخواد به اون بدی بعد میای خونه ای من ما با هم دیگه چت میکنیم با همدیگه مشروب میخوریم به من نمیدی آخه این واقعا کار درستیه دختر تا اینکه خدا زدش یعنی واقعا میگن چوب خدا صدا نداره هی منو کیر میکرد هی منو کیر چوب صدا هم کیر داره این سوئیل میره پیش دوست پسرش به دوست پسرش هم میگه حالا که بار آخره میخوایم سکس کنیم آب تو بریز این پسرم آبش رو میریزه و یه روز به من زنگ زد که سنا کجایی گفتن خونم این اومدش خونه من گریه سوی گریه یه دفعه گفتم چی شده یه برگ سونوگرافی از تو جیبش در آورد دو قلو حامله گفتم حقته 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 تا تو باشی به من ندی عجب بعدش جالب. رفتی، رفت رفت آره با یه بار با یه بار پسر آبش رو ریخته بود تو همون یه بار حامله شده بود نمیدونم برای من جالب بود این چیزی که تو گفتی شاید هم این چیزی که تو میگی درست باشه من نمیدونم منم نمیدونم تو بپرسم من فکر کنم شاید مثلا تو این دوربرد دیده باشی یا مثلا دکتر مثلا زنانی باشه ولی حالا در صورت النا که به من اینا رو گفت من گفتم که بابا اینا کوشر من من اسم ما مثلا هیکلیان حرفه‌ای میام با کاراته میزن تخمات خپات <applause> شما بریزه بعد مثلا ما اول شروع کردیم برای اینکه حامله بشیم النا بعد مثلا 25م پریود میشد 25م پریود نشد بعد رفتیم دکتر دکتر گفت که آره حامل شدی بین ده تا 25 روز گذشته <applause> یعنی همون روز اول <applause> این همون روز اولی که ما تصمیم گرفتیم آمده شده بود تو بسکی کیس سناریو برای چون کنم دیدی گفته گفتم با ما شوهرم مثلا سه ماه چهار ماه سعی کردیم تا مثلا من حامل شدم با بچه اول گفتم نه بابا با با. کسی خواست بیا پیش من یه شب کاشو تمام میکنم مثلا من با تو محافظم آره کسی بگو بیاد پیش تو <applause> حالا برگردیم به داستان همین به خود ارزایی من بچه که بودم خب خیلی حرف میشیدم میشینم که آقا خود ارزایی بکنی چشت ضعیف میشه نمیدونم خود ارزایی بکنی اگه چند بار بزنید توی روز امکان داره خون بیاد بعد از اینکه دیگه آب تموم بشه یه سه چیز اینجوری میشینم که واقعا مثلا یه روز مثلا پنج بار زده بودم بعد دارم میخواد بزنم بعد میخواد نکنه این شیشون اونی که دیگه از آب تبدیل میشه به خون بعد شیشومیه رو میزدم گفتم بریم واسه هفتمی نکنه هفتمیه که بعد با یه ترسی میزدم وقتی میبادم نگاه میکنم خود خون نپاشه بیرون الان به بریم حالا واسه همین گفتم این های که شهیدم اونجا بگیم اگه کسی هم واسه ما تو طبع همه حداقل چیزی بشه خب این خون که نمیاد اینو دیگه تجربی میتونم بهت حداقل تا ده بار بزنی خون نمیاد 11 خون اومد. از من نراحت نشو ولی تا من بهت میکنم نمیاد در روز و اینکه یه دونه ستادی بود که میگو وقتی که با خودت ورمیری و آبت میاد باعث میشه که همیشه سپرمای جوون و تازه داشته باشی واسه همین واسه مثلا زاد و ولد حتی بهتره بعد یکی از دوستان بود از آلمان اومده بود اون میگفت تو مدرسه به ما یاد دادن که مثلا تو همون تو, تو راهنمایی که آقا جق بزنین براتون خوبه شما لازم دارین که خودتون یکایی کنین آبتون بیاد از این حرفا که مثلا تجربه شوشیم. بعد یه جا دیگه استادی خونده بودم که آقا اگه از شومولاست استفاده نکنی پروداکشن اسمت میاد پایین برای ضرر داره اصلا یعنی بعدا که میخوای بچه دار بشی امکان مثلا کمش بکنه این چیزی که بود من شنیده بودم و تو زندگی اکسپرینس کردم تو چیزی داری راجع به اینا درست است نگاه کن میخوای اول در مورد فوایدش صحبت کنیم بعد در مورد عوارضش صحبت کنی پایین okay. کن یکی از مهمترین فایده‌هاش اینه که Eh. Uh -huh. uh -huh. از سرطان پروستات توی مردا جلوگیری میکنه چرا چون این مجرای اسپرم بر مجرایی که اسپرم میاد از سر آلت تناسلی خارج میشه ما داریم راجب مردا صحبت میکنیم چون توی خانوما که نه اونقدر خود زیاده نه واقعا خود زرری ضرری نداره و بیشتر خود توی آقایون به وجود میاد متوجه ای یعنی ما بیشتر این مسئله راجب به خود حالا میگیم خود خانوما عوارضش بعضی از عوارض و فواید هم مشترکه توی جو. دفتشون. ولی خب مثلا یکی از فایده هاش فایده های خودرزایی سوهل اینه که تو وقتی خودرزایی میکنی این مجرایی که اسپرمو میاره از پشت بیزه ها این مجرا کشیده میشه اسپرمو از بیزه ها میاره این, مجر... این لولهه از توی پروستات رد میشه خب و وارد آلت میشه برای همین سلول های پیشساز سرطانی که توی پروستاد ایجاد میشه که پروستاد یکی از شایترین سرطان ها توی ایرانه شایترین سرطان ها توی ایران حالا تو دنیا رو نمیدونم ولی تو ایران سرطان پستان توی خانوما سرطان کلون و روده و سرطان پروستاد توی آقایون خوب ارزم به حضور یه سرطان دیگه هم هست یادم نمیاد الان این سرطان پروستاد سلول پیشساز سرطانی بعد از چل سالگی اگه خودارضایی اتفاق بیفته این سلول های پیشساز سرطانی خارج میشن از داخل پروستاد اما یه نکتهی وجود داره خب اینا توی سکس هم هست یعنی اگه طرف یه پارتنر داره و داره با پارتنرش سکس میکنه دیگه اینجوری نیست بگیم که اگنی یا این آبکم آره این آب باید حتما از راه خودرزایی و جق زدن بیاد بیرون نه میتونه از راه سکس بیاد بیرون میتونه از راه آب... از راه جق بیاد بیرون برای کسی که مجرده و برای کسی که بهتر بگیم سکس نداره فواید جق ایناست سلولای پیستاز سرطانی پروس سرطان پروستات احتمالش خیلی کم میشه بعد یه تحقیق دیگه ای من میخوندم نوشته بود یک مولکولی از توی بدن بهش میگن نیتروس اکساید که این ملکول باعث جوانسازی پوست میشه که هرچی سن آدم بره بالا این ملکول توی بدن میاد پایین و پوست چروک میخوره کسایی که به طور منظم جق میزنن میزان نیتروسوکساید بدنشون بالاتره من که نمیزنم میزان نیتروسوکساید بدن تو الان نگاه چه پوست خوبی داری لعنتی تو بوتاکس تو بوتا تو بوتاکس میکنی <تص> <تص> آقای برای بکسی که الان فکر کردن که دکتر میخواست بگه که اگر آب فلان بزنی به پوستت خوب میشه من میخواستم اینو چون کلاس سکسولوژی تو دانشگاه داشتم اینو من میتونم بهتون بگم تمام <تصفح> ریسرچانشون داده که اگر آب معنا یا معنی هرچی کسی رو بزنی به, سو... به, پوستت هیچ سودی برات نداره خب یعنی همش توهمه حتی کرمایی هستن که گرونن میفروشن که توش میگن مثلا آب فلان مرد و توش هست همش فقط تبلیغ و کوشر <تصفح> هیچ موس... <تصفح> کاش اینو نمیگفتی خیلی به این بهانه گول میزنن دوست دختراشونو داداش که این برای پوستت معجزه میکنه خب حالا بذار یه داستان دیگه بگم من قبل از اینو بدونم یه دوست دختر داشتم پشت پشت کمرش مثلا 500 تا جوش داشت چیزی میگم چیزی میشنوی کثیف‌ترین و وحشی‌ترین صحنه بود که تو زندگیم دیدم ولی گیر کرده بودم توش دیگه کشیدی بیرون دیگه نمیزی بگی من نمیخوام کار کنم خلاصه بیش که ببین تو شنیدی مثلا میگن آب فلان واسه پوست خوبه و اینا گفت آره من چه شنیدم خب ما که داریم میکنیم بزیم از این به بعد بریزم رو کمرت میمالیم رو کمرت ببینیم خوب میشه یا نه آقا ما یه دو سه هفته مثلا این کارو کردیم کمر دختره شد مثل پوست صورت من صاف تمیز هیچ دیگه نبودش در حدی که یه بار داداشش از همون داشته میومده بیرون داداشش رو کمرش میبینه میگه وای چه کمرت خوب شد میگه یه کرم جدید دارم میزنم میگه خب جونم عادت واسه منم بیا من به صورتم بزنم این چه که برادر بنده خود نمیده داره ریکوست میکنه واسه آب من بعد, <applause> بعد من چیزی دیگه فهمیدم این دختره کثیف بوده من که آبکی کیر میزدم پشتش مجموع شد پشتش رو بشوره بعد که تمیز شده فهمیدی؟ ولی <applause> من چه جالب چه... میدونی من به چشم بیدم که یه دختره که من باید 6 ماه دوستم پشتش نده کسافت میمونه آقا سه ماه جغزایی روش تمیز شد مثل زیرین فوتبال میگم چه اتفاقی افتاد بعد هم که نه خاکوسه واسه این چون مجبور شده بره بشوره حالا که همه رو به خاطر آب و اون تمیزی باعث شد این تمیز این نظر منه ها چون میدونیم که این چیز نداره تاثیر نداره که ولی وقتی کردم خوب شد واسه این بچه هنوز سعیتون رو بکنید یعنی که استفاده می‌کنن واسه دوست شد ناراحت نشین یا بعضی ها یه بحانه هایی میدن بخوره مثلا آقا برای پول برای استخونات خوبه این خیلی مفیده این خیلی قنده بالایی داره از این جور داستان ها بعد من. یه <applause> بعد فایده دیگهش دیگه جک چیه؟ دست راست زیاد راست از عضلات قوی میشه ها یه دونه فایده دیگه که اصلا خودت گفتی اینه که باعث میشه اون اسپرمای کهنه خارج بشن و درست غلظت اسپرم کمتر میشه ولی اون اسپرمایی که از جوونترن و پیگیرترن دیگه دیاره تو فرض کن یه،, یه, اسپرم پیگیر بگه من تا نرسم به اصل تخمکه بی خیال مطلب نمیشم تا اینکه یه اسپرم پیری بگه داداش حالا بذار بریم ببینیم به کجا میرسیم برای همین در واقع اتفاقی که میفته اینه که خود هیچ حالا راجع به عوارضش صحبت میکنیم ولی فواید خیلی زیادی داره اگر به صورت منظم زده بشه درست فهمیدم نه اینکه افرا... این افراتی باشه بچه وقتی که اول با شمولتون ورمیدین حالا به قول دوکی توی سکس یا توی خودی یه آب سفیدی میاد بیرون بیرنگه اون آب نمیتونه کسی رو حامله کنه خواستم اینو بدونین بعد اون مثلا دارین ور با دودتون یه آب میاد بعد توهم میزنین که نکنه این آب بره فلان و اینا اون آب نمیتونه حامله کنه اون آب توش اسپرم نداره اینو دوباره من تو دانشگاه یاد گرفتم گفتم بهتون بگم از اینی که داری میگی سویل و من با یه دختری بودم این دختره بهش میگفتم بابا این آب حالا ما بهش میگیم آب هوس خب بهش میگفتم آقا این آب هوسه اسپرم داره ولی اسپرمش اصلا حامله نمیکنه تو رو اونقدی اسپرم نداره که بخواد تو رو چون سویل اسپرم داره خب ولی حامله نمیکنه این میگفتش آقا رفتم تو فلان پیج اینس آره میگفت رفتم تو فلان پیج اینستا گفته اسپرم داره و حامله میکنه من خودم و... کردم سویل به این آدم اثبات کنم که آقا این ا... به خدا اگه اینجوری باشه تو اصلا نمیتونی سکس کنی اگه بخواد اینجوری باشه تو ه... هر بار بخوای سکس کنی باید کاندوم بذاری ولی این همه زن و شوهر داریم که آقا هفته دو سه بار با هم دیگه بدون کاندوم سکس میکنن و زن حامله هم نمیشه و آب هوسم میاد یعنی اصلا آب هوس یه چیزی که غیر ممکنه تو موقع سکس نریزی داخل واژن متوجهی ولی خب اسپرم داره ولی اصلا حامل من من خودم یه زمانی انقدر تو فاز این بودم انقدر می هر بار سکس میکردم میگفتم حامله نشه سر این آبه بعد آخرش دیدم که نه بابا این یه چیز خیلی کوزشری که بخواد این آب طرف رو حامل کنه آره منم چندین شب شده بود نخوابم مثلا دیر بخوام یه سفر کنم نکنه مثلا این وقتی بشه بعد که دو دانشگاه یاد گرفتم گفتم بابا دیگه عشق و حال چه علکی فکر میکردیم آره نه واقعا میگم منم ندیدم که یکی آمده شد بعد یه چیز دیگه سوالی سوالی که حالا خیلی از من باز تو چنلم میپرسن اینه که آقا اعتیاد به خود ارزایی چیه؟ به نظر تو چه موقع ما میگیم طرف به جق معتاد سوال من فکر کنم میشم معتاد بخوای حساب کنید دیگه از من بدتر نمیتونه باشه من مثلا تو مدرسه بلند میشم میگم تو توالت میزنم میام مثلا اگه مدرسه میرفتم دو ساعت فقط دانشگاه بودم خب بعد مثلا تو هواپیما ما حتما دو بار میرم تو حد توالت هواپیما حتما میزنم ولی واقعا خداوکیلی به خاطر جغ نمیرم بزنم تو هواپیما میرم میزنم که 10 دقیقه 20 دقیقه بگذره زودتر پرواز تموم شه به خاطر اینکه زمان رد شه آره حتی مهمونی اگه برم مهمونی تخمی باشه خوشم نیاد حسام سر بره میرم دستش جق میزنم که وقت بگذره چه جالب توی مو کیس خیلی نادر هستی واقعا <applause> یه کیس خیلی نادر به خدا دارم میگم منم جق میزدم ولی خب اینجوری نبود که مثلا بخوام خیلی زیاد بزنم من اتفاقا نگاه کن اعتیاد به جق من راجبش خیلی خوندم خب چیزی که توی کتاب های روان پزشکی، یه کتابی هست که معیار کتاب روانپزشکی دنیاست بهش میگن کتاب DSM-5 خب که این کتاب DSM-5 یه کتابیه که میاد کرایتریا تعیین میکنه کرایتریا یعنی میاد گزینه به تو میده میگه آقا مثلا اگه ده تا گزینه بهت میده میگه اگه هفت تا از این گزینه ها تیک خورد تو یه آدمی که MDD یا افسردگی ماژور داری این کتاب کلا اینه یا اصلا میگه آقا به تو پنج تا گزینه میده میگه از این پنج تا سه تاش تیک خورد تو بیماری پانیک داری خب حالا برای جق این کتاب هیچ کرایتریا و هیچ معیاری نداده اما چیزی که تو اگه تو اینترنت بگردی وجود داره راجع به اعتیاد به جق که آقا چون خیلی سوالشون اینه که اصلا آقا منی که دارم هفته یه یه بار جب میزنم منی که دارم ماهی یه بار جب میزنم یا منی که دارم روزی یه بار جب میزنم آیا معتاد جب هستم یا نه خب یعنی طرف هست سویل ماه یه بار میزنه ولی و, معتاد جق حساب میشه طرف از هفته یه بار میزنه و معتاد جق حساب نمیشه چجوری؟ نیا کن آره اعتیاد به جق یکی از مهمترین چیزهایی که داره اینه که آقا وقتی تو آبت میاد احساس از وجدان داشته باشی یعنی چی؟ یعنی تو علا رقم میل باطنی جق بزنی وقتی اینجوری باشه یعنی تو اعتیاد به جق داری این یک رایتری یعنی دیدی آقا طرف طرف میاد خیلی آره خیلی مشکلی بز... اصلا بزرگترین مشکلی که من با جق دارم اینه که آقا طرف میاد میگه جق که اینقدر فایده داره پس بذار من ادامه بدم من بهش میگم آره رفیق ادامه بده جق تنها مشکلی که داره اون تو مخیه که داره یعنی جق هزاران فایده داره ولی بازم طرف وقتی میزنه عذاب وجدان داره طرف میاد حال کنه ضد حال میخوره یعنی این آبه که میاد جای اینکه دراز بکشه لش کنه بگه چه حالی داد میگه ای بابا کاش نمیزدم ای بابا چه غلطی کردم برای همین این خیلی مهمه تو اگر آره تو اگه ماهی بار میزنی رفیق ولی همون ماهی یه بار رو دوست نداری و میزنی از رو اجبار میزنی و تو معتاد جبی ولی اگه داری تو رفیق هفته دو بار میزنی اون هفته دو بار رو با عشق میزنی تخمت هم نیست حالش هم میبری تو معتاد جق نیستی فهمیدم چه جالب خود دارم میام خود خودتو آره پس من معتاد نیستم چون من وقتی میزنم مثلا میام بیرون اینطوری خوشحال داد میزنم یه yeah. آره <applause> زدم اومد اومد بچه اومد <applause> بچه ها ریختم بیرون بعد یه خودم ناراحت میشه نگاهشو میکنم که دارن میرن بمیرن میگم آخه بیچاره اینا میتوسن موموکو بشن آها من اینو میخواستم بپرسم توی برای خیلی موقع میگن آقا آدمایی که ورزشکارن نبا نباید بزنن قبل مخصوصا قبل دعوا و این حرفا بعد من خودم خب چون ورزشکار بودم و رزمی کار بودم که اون سیاه کاراته دارم از این حرفا من خب میزدم و میرفتم فایت هیچ وقت بسن مثلا مهم نبود که مثلا بگم چیزی اتفاق میفته یا نه بعد مایک تایستن یه بار داشت حرف میزد میگفت این کوسچر محضه من هر روز نمیکنم ولی هر وقتی که فایت داشتم قبل فایت هم سکس داشتم چون اگه بدون سکس میافتم توی رینگ همش اگه یه دختر توی توی تماشا چیا بود زوم میکردم و دختر یه پستون دختر رو فهم خواستم ببینم بعد فایت هم میومد کفتش پایین ولی وقتی که میکردم میرفتم توی چیز میخواستم فقط چون یارو رو پاره کنم برای همین برنزا من کوسچره دیگه اون کسی که چمپیون دنیا شده و میگه کوسچره منم خب اساسا بود گفتم بهتر بپرسم تو چیزی راجع به این موضوع میدونی که میگم نگاه کن یکی از مهمترین عوامل ماهیچه سازی توی بدن تستسترونه خب اصلا طرف میره باشگاه برای اینکه بدنش زودتر بیاد بالا میره آمپول تستسترون میزنه خب آمپول تستستی یا تستسترون اصلا علت اصلی رشد بدن توی بدنسازی تستسترونه حالا یه تحقیقاتی انجام شده دیدن آقا شما وقتی خودرزایی رو ترک میکنی تا روز چهاردهم تستسترون شروع به بالا رفتن میکنه اما از روز چهاردهم دوباره این تستسترونه میاد پایین و به اون حالت قبل از ترک می میرسه یعنی چی؟ یعنی جق زدن هیچ تأثیری توی رشد توی انگار رشد نکردن از اولاد نداره شما اگه یه آدمی که باشگاه میری و جقم میزنی حالا اگه باشگاه بری و جق نزنی اینجوری نیست رشد بدنت بیشتر باشه فقط یه موقع هست سویل که میگم طرف روزی سه چهار بار میزنه اون موقع ممکنه به خاطر خروج مواد معدنی زیاد خب از بدن چون میگن نمیدونم زینک داره فروکتوز بالایی داره یه سری منیزیوم داره حالا من دقیقا نمیدونم این مواد چون از بدن خارج میشه تو خودرزایی های افراتی میگم کسایی که روزی سه چهار بار میزنن این آدمها آره ممکنه که رشد توده بدنیشون تو بدن سازی با مشکل مواجه بشه ولی خب نه در صورتی که مثلا تره روزی کسی که روزی یه بار میزنه اصلا اینجوری نیست که بخواد بدنش بگاه پس یعنی مثلا یه نفر اگه مثلا هر میزنه بعد سه شنبه مثلا سه شنبه فایت داره بعد بره مسابقه بده اگه دو شنبه نزنه هیچ تأثیری نداره تو اون فایتش تکنیک دی نه نه منطقی نه فکر میکنه اتفاقا به, به نظر من اتفاقا به نظر من ذهنش هم درگیرتره طرف هر روز میزنه روز قبل فایت نزنه روز فایت ذهن درگیرتری داره به نظر من اون اتفاقا همینو هم همین هم میگفت دیگه میگفت مای تاکسن دقیقا هم خب حالا میخواستی ضررشو بگی به آرزو من میخوام اینو بگم که آقا به نظر من مهمترین آرزه جق اینه که جقو طرف با پرن میزنه چون پرن یکی از مواردیه که واقعا دوپامین زیادی ترش میکنه تو دیدی طرف وقتی دفعه اول میخواد جق بزنه با پرن سایت اون صفحه اول پرن ها که هست جقشو رو زده ولی این پرن انقدر دوپامینو میبره بالا که بعد یه سال طرف تو صفحه دهم ده سایت تو صفحه بیستم سایت هنوز جغشو نزده خب آه. یا این ب... نمیدونم نظر من اینه نظر من اینه که اگه جق و طرف بدون فیلم سوپر رفیق من تو اگه جق و بدون فیلم سوپر بزنی و عذاب وجدان نگیری و آدمی نباشی که همون جغ زدنه بخواد بره رو مخت تا, آدم زند... تا آخر زندگی جغ بزن ولی اگه جقی که میزنی میره رو مخت یا جغ داری با فیلم سوپر میزنی نمیدونم به نظر من جغ نزن چون فیلم سوپر من نمیگم خودم بدون فیلم سوپر جغ میزنم چون به نظر من بدون فیلم سوپر جغ زدن اصلا هیچ لذتی نداره ولی من راجع به این مسئله عوارز جق توی یوتیوب تا دلت بخواد سویل چرخیدم و نگاه کردم نقطه مشترک همه ویدیوها و مقالاتی که من در خصوص عوارض جق خوندم نقطه مشترکشون پرن بوده همشون میگن بدترین مشکل جق اینه که تو رو معتاد به فیلم سوپر میکنه و اون فیلم سوپر است که اون بده اون فیلم سوپر باعث میشه توی یه های سکسی داشته باشی که طرف مثلا الان چرا آقا مثلا طرف یه دختر رو با یه دختر سکس میکنه خوشش نمیاد میبینی سر سکس ده تا دوست دختر عوض میکنه چون انقدر این فیلم سوپر رو دیده که توقعش از پارتنرش خیلی رفته بالا یعنی آقا طرف اصرار میکنه به دوست دخترش باید آب منو بخوری بخور آب منو چرا؟ چون فیلم سوپر دیده دیده تو فیلم سوپرها دختره همچین آب پسره رو میخوره یه آبم روش میگه مثلا فهمی میکنه که این یه چیز خیلی طبیعیه این یه چیز خیلی رواله در حالی که نمیدونه که آقا اکثر پارتنرها شاید دوست نداشته باشن آب کمر دوست رو بخورن متوجهی یا مثلا طرف آقا این ساک زدن های واقعا انیمال تو رو انیمال تو رو توی فیلم سوپر میبینه بعد توقع داره پارتنر خودش هم اونجوری باشه بعد باعث میشه که سکس های خوبی نداشته باشه یا اگه سکسی هم داره از سکسش راضی نباشه چرا چون کمال دیده متوجهی چون یه چیزی رو داره هر روز میبینه که اون پرفکت پرفکت و میدونی مثل اینه که آدم هر روز بشینه توی ماشین شبیه ساز توی نرم افزار شبیه سازی شده سوار بوگاتی رانندگی کنه بعد ماشین خودش پراید باشه این باعث میشه که دیگه اون پراید دلش رو بزنه چه مثال و پولم نداره ماش... آره و پولم نداره بوگاتی رو بخره حالا پراید میگه آقا واقعا ماشین کیریه ولی خب مثلا 206 آقا تو 206 داری خیلی الان 206 اوکی یه ماشین خوبیه همه امیرا 206 دارن زیدشون هم میزنن اشغالشون هم میکنن تو که 206 داری به خدا بعد مثلا میاد آقا میگم دی... این پرنه بده این این اعتیاد به فیلم سوپره بده تد... توقعهای زیاد به وجود میاره توی رابطه جنسی تو هیچ موقع توی رابطه جنسی قانع نمیشی راضی نیستی چرا الان مشکل این شده که همه ما طرف زن میگیره طرف پارتنر داره اما به فکر یک سکس با یکی دیگه هم هست به خاطر اینه که انقدر اون کمال رو دیده توی فیلم سوپر که میگه زن من خوب نیست دوست دختر من خوب نیست خوب نمیده نمی‌دونم نظر تو در این خصوص چیه خیلی حرف درسته من خودم شخصا اینو تجربه کردم چون من خانومم از نظر سکسی خیلی وحشیه یعنی هیچ چیزی رو نه نمیگه و هر چیزی جالب خلاصه یعنی خارج از چیزی بگم خیلی خصوصی مردم میدم حال میکنم با این کسی من داشتم فیلم همین سکسی نگاه می‌کردم خب هر روز صبح نگاه می‌کنم دیگه تکنیک دیگه بعد خب فیلم متفاوت می‌بینیم از این فا بعد مثلا تو یه فیلم یهو دیدم مثلا یارو اصلا واقعیتش این بود دیدم یارو داره برای یارو داره به دختر داره به پسر کله میده بعد سرش رو تو تعمی کنه دور یارو همه رو میخوره بعد تمامش که دوله تو دهنش زبونش دهن میاره میکشه زیر خایه یارو خب من این صحنه رو که دیدم اصلا پاشیدم گفتم بابا این دیگه چیه این چه فیلینگ خفنی داره بعد تو فکر این بودم که مثلا کاش می‌دونستم به خانم هم بگم این کارو بکنه ولی خب نه نه چون اون بالا میاره از این حرفا حالا تو اینو داشته بود به جون مامانم یه دروغ بده نمیگم یعنی اصلا نمیتونم باور کنم چرا این اتفاق میفته بعد حالا مثلا 20 بار اتفاق افتاده این یکیشونه بعد النا همون روز میاد خونه شب داره شمول منو میخوره یهو تا تعمیر تو زبونشو در میاره این کارو میکنه بعد مغز من پاشید از سه جا که اولا چطوری اصلا میتونه این کارو بکنه این پتیاره من اگه میتونه چرا سه ساله نکرده امروز میکنه بعد من چرا نمیدونستم این داستان وجود داره تو سه سال امروز فهمیدم چطوری میشه این سه تا با هم اتفاق بیفته و شانسی باشه یعنی اصلا پشمام ریخته بود بعد چندی بار اتفاق افتاده نه یه بار نه دو بار نه سه بار چندی بار اتفاق افتاده که مثلا من یه, یه چیزی میگم مثلا یکیش بود نشسته بودم نگاه میکردم یارو پای یارو شروع کرد سوراخ کنه پسرارو لیست دادن گفتم دیگه دود این یه لول دیگه یه دیگه من مثلا چرا یکی این کار بکنم بعد النا همون شب اون یو پا گفت پات بزنم و کونو تو بخورم گفتم وات دی فاک بعد من هم کف کرده بودم هم برام عجیب بود که چطوری این کوانتوم فیزیکی میفهمه من چیزی که دیدم و میخوام بعد میاد انجام میده بدون که من مثلا ازش بپرسم واقعا این خجاله حالا النا خیلی قویه نظر سکسی یعنی مثلا النا رو من شده جق زدم دستمال نداشتم النا خواب بوده داشتم می‌بودم بولا شدم دورم اونجوری کردم تو دهنش اخ خواب بیدار شده گفت آی جون خورده قورت داده به همون گرفته خوابیده النا یک مانستری توی اتاق که نمیتونیم باور کنید النا خایاتو می‌لیسم دمت دیگه که تو زندگی منی من یه آدم قدر نشناسیه یه دوست دختر اینجوری داشتم پرش رو کردم وای امیدوارم باید. این پادکست رو ببینه عزیزم خیلی میخوامد هیچکی مثل تو نمیشه واقعا چیرز چیرز هیچ کی واسه من... تو نمیشه این هم به قول چیه. تو مانستر آره مانستر <تصفح> که میگی مانستر ب... نمیدونم من احمق رفتم تو تو فاز این که آره من دوستت ندارم و من نمیدونم دیگه دل همدیگه رو زدیم کس خود کی من به نظر من یعنی واقعا چیز میگه دیگه اسمش شیرا منم فروید فروید میگه فروید میگه تنها علت پیشرفت انسان روی زمین شهوته نمیدونم باش با موافقی یا نه من آره کاملا موافقم یکی شهوت یکی حسودی که بازم میشه همون شهوت میشه دیگه حسودی چه جالب راست میگه حسودی هم خیلی میتونه عامل پیشرفت باشه و واقعا من نمیدونم چه خریتی کردم این دوست دخترم پروندم خاک بر سر من کنم خاک بر سر من کنم و خیلی جالبه مثلا من فکر میکردم اکثر خانوما مشکل داشته باشن که پارتنرشون جق بزنه یعنی طرف میگه تو وقتی با منی چرا جق بزنی حالا خداییشم من واقعا هم اکثریت من فهم میکنم اینطوری باشن و خیلی جالبه برام که مثلا پارتنر تو النا اصلا مشکلی نداره با این زمینه ببین اتفاقی افتاد یه بار با هم دیگه سکس کردیم بعد ایلنا رفت تو همون دوش بگیره بعد که از همون اومد بیرون دید من دارم اون تخت جغ میزنم بعد یه گفت واقعا داری جغ میزنی؟ گفتم آره گفت مگه راضی نشدی؟ گفتم چه ربطی داره اون سکس بود این جغه دو تا یکی نیستن بعد گفتش که بعد اومد جلو گفت جون میخوای کمکت کنم گفتم نه میخوام خودم بزنم بعد که زدم دوباره با هم بخوابیم بعد زدم اون اومد مثلا برام سکسی بازی کرد نوک 60 پامو لیست میزد مثلا اینجوری میگم من منم جقمو زدم بعد دوباره زدم. بعد بعد از اون اوکی شد بعد یه خورده رفتیم جلوتر من براش یه از این دودول مصنوعی خریدم گفتم که این اینجا باشه اگه وقتی مثلا من سری اومدم یا مثلا حسین نداشتم اینا اینا تو استفاده کن بعد دیگه اونم مثلا دید که او یارو خودش میزنه به منم داره میگه راحت باش دیگه من نمیتونم بیام بهم بگم نزن دیگه جغ دادن تو خونه ما اوکی شد بعد منم خب چون مریضی جغ دارم اصلا نمیتونم مثلا با این دیل بکنم که بگم مثلا دختر بگه او دوست ندارم و این حرفا ولی قبل از النا به شما دوست نمی نمیگفتم که جنن نه که نمیگفتم راجبش حرفی نبود هیچ وقت نمیدیدن حتما بعد دوست دخترم از خونه میرفت بیرون تو من جغ بزنم ولی با النا مهم. اصلا برام مهم نیست یعنی الان تو تخت خوابیده باشه من یهو میکشم پاشم جغ زدم بیدار میشه یا پاشو میاره میچسونه بهم یه دستشو میگیره زیر خایم میخوابه دوباره بلند میشه میشه وای این دودول حیف با جق حیف بشی شورتشو میکشی پای میپرم خیلی اتفاقا اینجوری میفته ولی واقعا قدر شواد به بدونی ها از این میدونم خیلی کمن تو دنیا تو دنیا حتی داداش ببین سنا هر کی بد... میاد خونه ولنا رو میبینه همینا میگه تازه میبینه کسی من واسه تعریف که تو تخت اتفاق میفته یعنی اینا رو ندیده میگه هولیش این عجب آدم خفنیه و تو زمین تو مغزم میگم تو دادش اینا نمیدونی چه خبره تو خوبیاشو ندیدی اینا که تو میبینی کیریاش اتازه داری میگی چه خوبه اینا که داری خب در خصوص عوارز چند تا دیگه هم بگم سوئل یکی این که میگن جغ زدن باعث میشه که دی اچ تی یا دی هیدرو فکر میکنم تستسترون میشه دید رو رو همچین چیزی توی بدن کم بشه و وقتی این توی بدن کم میشه تاسی به وجود میاد تو که انقدر میزنی تا حالا این, فاز رو داشتی که من دارم کچل میشم به خاطر زدن نه پس کس شعره اینا ببین من فکر نمی کنم واقعا تو دنیا کسی بیشتر از من جرق بزنه یعنی اگه مثلا تو بیا یه ریتینگ بزنی من جز 99 درصد بالای دنیا یعنی 99 درصد از من کمتر چون اصلا من میفهمم دیگه یعنی که من حشری هم النا که با هم مثلا هستیم همین چند وقت هم داشت میگفت نه مثلا خیلی وقت مثلا نه ماه پیش داشت میگفت یه روز مثلا اومدم جوری کشیدم پایین بعد گفت گای دمت خاک اگه مگه 16 سالته چطوری تو انقدر همیشه شقی و آماده بابا خاک بچه 16 ساله نمیتونی اینجوری سکس کنی که تو میکنی و من چهلم دیگه تو چهل بابا مثلا ریلکس کنی و اینا. ولی مثلا من هر هم اون الان یه خورده کم شده نمیدونم دلیلش چیه ولی مثلا یه سال پیش تق... ما هر روز سکس داشتیم جق که هن هست اصلا پای ثابته یه صبح یه شب ولی سکس هم وسطش داشتیم الان یه خورده کم شده به خاطر اینکه من خیلی باید چیزهای سکسی ببینم در مورد همون حرف که تو داری میزنی بعد النا قبلا خیلی بیشتر لباسهای سکسی باسه من میپوشید مثلا شبا که مثلا میشستی من بازی کنم یا النا میرفت توی همون میومد بیرون جوراب شلواری کفش پاشنه بلند لباس تور مثلا معماه فلان بعد میومد از بغل من من بازی نما میکردم یو مثلا از اینکه داشتم آدم میکشم یهو میرفتم تو دیوار گیر کردم دو آسمونو تیر میزدم بعد تو کف الان هم. بعد این چیزا من خیلی حشری میکرد بعد سنگین سکس داشتیم الان بچه‌هامو یه بزرگ شدن این آپشن رو نداریم که النا لباس سکسی بپوشه چون هر لحظه امکان وارد چن و ما باید حواسمون باشه واسه همین اگه میخوایم سکس بکنیم دیگه فقط بکش پایین الان و من چون این اتفاق افتاده یه خود سکس هم پایین ولی میتونه همون داستانی هم که تو گفتی باشه به خاطر اینکه من به مثلا فیلم های سکسی اعتیاد پیدا کردم تا یه خفن نباشه دیگه خوشم نمیاد و النا آپشن داره خفن باشه یا معمولی وقتی که خودشه معمولیه منو دیگه چیز نمیکنه خفن نمیشه حالا اگه یه زنی مثل تو دو تو توضیح تو میدادی اگه زن آپشن خفن رو نشه باشه واسه اون چیزی که تو مغز مردشه دیگه اون مرد تو با اون زنش خوشحال باشه بعد به نظر تو کسایی که معتاد جغن و دوست دارن ترکش کنن چون خیلی بعضی ها بد میره رو مخشون سویلا یعنی من تو چلیم آره خیلی, خیلی کامنت مثلا آره طرف دو روزی یه بار میزنه سه روزی یه بار میزنه انقدر این سه روزی یه بار میره رو مخش که طرف اصلا به مرز مثلا خودکشی و من چه آدم بی ارزهیم من نمیتونم یه جقو بذارم کنار که به نظر من با سوئیل اعتیاد به جقی که از سخت ترین اعتیاد هست. چرا چون لعنتی بقیه هر اعتیادی رو تو حساب کنی پول میخواد جق هیچ پولی نمیخواد هر اجیاد رو حساب کنی تو باید بری دو آره باید بری دنبال متاعش جق هیچ متاعی نمیخواد بقیه اعتیادا جا میخواد مثلا تو نمیتونی تو خونه گل به تو نمیتونی تو خونه سیگار بکشی مگه طبیعی باشی جق اونم نمیخواد جق و تو میتونی نشسته بزنی برپا بزنی تو عیاد بزنی تو خونه بزنی تو همون بزنی همه جا تو مهمونی بزنی نه پولی میخواد نه فقط خودتی و خودت یعنی تو همین الان در حال حاضر یک آدم لخت مادرزاد باشی توی بیابون همیشه یه چیزی رو به صورت تزمینی داری که دوپامین تو رو ببره بالا یعنی این خیلی جالبه خدا برای آدم یا کائنات حالا هر چی برای آدم یه چیزی گذاشته که آدم بتونه لخت مادرزاد بدون هیچ چیزی یکی از لذت بخشترین چیزهای دنیا رو یعنی خودش کنن. داشته باشه خیلی جالب. آره این خیلی جالبه برای همین اعتیاد به جق یک اعتیاد لعنتی به نظر من ترک کردنش واقعا سخته چون تو اگه بخوای سیگار رو ترک کنی ته 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 تهش ته میری یه کره دیگه زندگی میکنی که سیگار وجود نداره میری کره ماه آقا من میخوام سیگار رو ترک کنم یه ماه میرم بچه ها مریخ سیگار نمیبرم ترک خدافز ولی این جق لعنتی تو هر سیاره ای بری است هر جایی بری است آره من این اعتیاد به جقه به فکر کرده بودی به این،, به این, مسئله به این اعتیاد نه جالب. خیلی جالبه من توی میرم تنین بعضی موقع میخوابی تو تختا خود رنگ بگیری من میرم تو تنین و من توی اونم جق میزنم چون مثلا هشت دقیقه باید باشیم یا خب هشت من من سهر میده بزن هشت بزنم که سری بگذره بعد الان که داشتی تو میگفتی دارم همون هم گفتم که یعنی لخت توی یه اتاق کوچولویی که مثلا مثل لوله میمونه چشات هم نمیتونی با ولی اونجا هنو میتونی جگه رو بزنی هیچ چیزی نیست تو خود جوشه بگیره برای همین لحنتی ترکش خیلی سخته بعد به نظر تو چجوری یه آدم میتونه یه آدمی که اعتیاد به جگ داره آقا بیاد به تو بگه سویل عزیز به من یه چند تا توصیه بکن بذارم کنار شما چی میگی خب من اگه شخصا بودم اول میگم که آقا خب واسه چی میخوای بذاری کنار چیز خوبی نگهدار دوم بهش میگفتم که خب باید یه دختر یه پارتنر بگیری که مثلا ترتیب اونو بدی به جای این که حداقل میگم بعد یه چیزی با یه چیزی جایگزین کنی جگ تو فکر نکنم با هیچ چی بتونی جایگزین کنی به قضیه اینکه مثلا با یه نفر بخوابی و من این کارو میکردم ولی میگم مثلا نمیفهمم چرا یکی بخواد ترک کنم مثل اینکه بگی من دارم نمیخواد هر روز بولم میشم میگم چه روز خوبیه خب چرا چون امکان داره یه وقت دستا میکشم اینجاش در بره خب بکیرم امکان داره ولی بکن اوکی مثلا من اینجوری میبینمش ولی واقعا یکی بخواد بگی بذار کنار چطوری میتونه بذار کنار چطوری واقعا در خصوص این که تو میگی که من بهش میگم کسخل چرا میخوای بذاری کنار جق اینقدر خوبه نمیدونم تو تو فکر یه آدم معتاد نیستی بعضی فکر هست داداش من خودم خب الان شاید دو ماه سویل که یه چیزی تو مخ من هی میگه سیگار رو بذار کنار بعد هر چی میام باش بجنگم که بابا کسکش بیا بیرون از سر من دیگه گاییدی من من به خاطر این صدایی که تو سرم بوده که میگفته گل رو بذار کنار گذاشتم کنار شیر تریاک و بذار کنار گذاشتم کنار فلان چیز از قرص خواب و بذار کنار گذاشتم کنار بابا این سیگار رو از من نگیر بابا بذار من این سیگار رو بکشم ولی لعنتی میدونی از این کله بیرون نمیاد یعنی تو طرف مثل. آقا تو مخشه میگه جق باید بذاری کنار هر چی هم بیای براش آیه و قرآن بیاری که جق خوبه جق اگه مثلا منظم باشه مشکلی نیست هفته اید مثلا روزی یه هم اشکال نداره این صدای لعنتی ساکت نمیشه سویل یعنی وقتی میره تو این فاز که دیگه جق و بذار کنار خودتو بکشی این صدای بیخیالت نمیشه و این صدا هست که تو برای سا... یعنی به خاطر ساکت شدن این صدا میخوای جقو بذاری کنار من با این حرفت که م... کاملا موافقم به نظر من بدون پارتنر جنسی واقعا سخت و گذاشت کنار یعنی به نظر من کسی که بدون پارتنر جقو میذاره کنار گاده یعنی تو یکی از خیلی کار سختیه که تو پارتنر نداشته باشی و نزنی آره این تو واقعا سخته یکی دیگه یه چیز دیگه هست بهش میگن CBT یا کاگنیتیو فکر میکنم بیهیویر تراپی یا درمان درمان رفتاری شناختی همچین چیزی فکر میکنم خب که تو دنیا حرف اول الان الان میزنه برای درمان اعتیاد و اینا سی یه چیزیه که بر دو تا چیزه یعنی یک علمیه که بر پایه دو تا چیزه یکی دوری از محرک ها خب دو جایگزین کردن کاری که ناشی از اون محرک ها انجام میدی یعنی چی یعنی آقا شما اگه مثلا سی بی تی میاد چی میگه میگه آقا تو اگه میخوای گل و بذاری کنار خب یا میخوای فلان اعتیاد و بذاری کنار یک از محرک ها دوری کن یعنی چی؟ یعنی آقا مغز تو خیلی جالبه مغز تو خب میاد وقتی دوپامین تو میره بالا و احساس لذت میکنی مغز تو سریع میاد شرایط رو نگاه میکنه و بین اون شرایط و دوپامین بالای تو یک حالت شرطی سازی ایجاد میکنه این دوتا رو با همدیگه کانکت میکنه سویل یعنی چی یعنی آقا تو دفعه اول با رفیقات گلو کشیدی دیدی گله چقدر حال داده مغز تو میاد بین رفیقات و اون لذت ناشی از گل یه ارتباط ایجاد میکنه دفعه بعدی که تو رفیقاتو میبینی مغزت میگه گل یا مثلا آقا تو توی پارکی گل کشیدی بهت حال داده دفعه بعدی وارد اون پارک میشی چون مغز تو بین پارک و گله با همدیگه ارتباط ایجاد کرده شرطی شده وقتی وارد پارک میشی مغز تو میگه گل برای همین یه چیز خیلی مهمی وجود داره توی سی بی تی اینه که تو آقا محرک هایی که به تو رو به سمت اعتیاد سوق میدن از خود دور کنی یعنی چی؟ یعنی آقا تو دیگه با اون رفیقایی که باشون گل میزدی راه نری تو اون پارکی که گل میکشیدی راه نری حالا ما میتونیم اینو بیاریم توی حوزه جنگ تو آقا مثلا اگه آدمی که وقتی خونه خالیه من با خواب بیدار نشم آفرین آقا تو از خواب بی... <تص> تو از بیدار نشو بخواب یا مثلا تو تو به نظر من باید بزنی من تو گلم هم باورت نمیشه سویل بعد پادکستی که با هم دیگه ضبط کردیم انقدر دو اینقدر تو چنل من میان فن تو زیاد شده که آقا من دوست دارم بزنم من مگه سویل این همه وقت زده چی شده آقا ما هم دوست داریم بزنیم بهشون میگم خب بزنی کیه جلوی شما رو گرفته باشه یه جلوی شما رو گرفتاد تو به خدا دارم میگم <تصفح> تو خیلی عامل آره ما... اعتیادی واقعا <تصفح> <تصفح> به نظر من یه آدم با تو بوده آدمی بیاد پیش تو ترک کنه یا بیشتر سورا میان پیش تو میزنن بیشتر سورا میان میزنن آره من دوست بدم من اولا... من اولا کاری نداشتم اولا اینجوری بودم که میگفتم باید مثلا نکنین کسی رو بهش نده مثلا اگه مثلا کسی میاد میگم من تا نکشم گفتم نزن بیخیالش شو بعد دیدم که کسی به حرف من کلا کیرش نیست یعنی مثلا من به کسی میگم نزن بخواد بزنه میزنه برعکسش هم هست بعد گفتم که حالا که اینجوریه دقیقاً خب بذار ما بگم بزنین که اگه زد با هم حال کنین بعد بهترینش این بود که من خودم یه سه ماه نمیزدم با یه دوست خیلی سرمی میذارم بعد بهم زنگ زد گفتش که مثلا هفته دوم بودم زنگ که سوری من میخوام بیام پیش تو این حرفا تا حتما پاشو بیا فقط من دیگه گل نمیزنم بعد یه خورده فکر کرد گفتش که من دلیلی واسه این دوستی پس نمیبینم هر وقت که دوباره برگشتی به من زنگ بزن شوخی میکنیم بعد دیگه واقعا تو اون سه ماه با هم دیگه کانکتی نداشتین نه نه چون گفتش که من میخوام ببینم باید, باید گل بزنم و با تو خیلی حال میکنم گل بزنم که گل نمیزنی اصلا نمیتونم تحملت کنم بعد از سه ماه هم دیروز بشندم که میخوام برگردم اومد خونمون خونم با هم زدیم یعنی دقیقا همون روزی که زدم اومد, اومد آه! آه! چه بچه روکی چه بچه پر رو حال <تصحاب> 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 کردم باش با خیلی بچه والیه یک چیز دیگه هم اینه که توی سی بی تی میگه آقا حالا اگرم تو تحریک شدی بیا در جواب اون تحریکت یه کار خیلی عجیب انجام بده یعنی چی یعنی اگه تو تحریک شدی چون واقعا دارم میگم این برای تو داداش تو مثلا میگی مثل اینه که من بیدار نشم حالا تو داری به شوخی میگی ولی واقعا بعضیا هستن که الان بزرگترین هدف زندگیشون ترک جگه یعنی شاید خیلی به نظر من هستن واقعا که طرف اصلا میگه من همه چیز زندگیمو بذارم کنار فقط جق و ترک کنم اون آدم اگه بهش بگی تو نباید بیدارشی شاید بگه اوکی من بیدار نمیشم حتی در این حد خب یعنی در این حد بعضی هستن که انگیزه دارن برای ترک جق کردن ما میخوایم به اونا بگیم یک از محرکا دوری کن اگه خونه خالیه میگم همه اینا بستگی داره تو چقدر رقبت برای تغییر و رقبت برای یادگیری داری تو اگه رقبت برای تغییر ده از ده باشه واقعا وقتی خونه خالیه پا میشی، از خونه میزنی بیرون هر چیزی که باعث میشه تو به جق فکر کنی رو باید از زندگی حذف کنی و نکته دوم توی سی بی تی اینه که میگه آقا شما مثلا حالا هر چی شده تحریک شدی پاشو یه کار دیگه انجام یه کاری که اصلا به اون نخوره یعنی مثلا اگه تو تحریک شدی جق بزنی نگو که بذار فیلم سوپر نگاه کنم جق نزنم جارو اینا در یه راستا آره اینا در یه راستا مثلا بگو آقا الان که فکر جق اومده پاشم برم استخر الان که فکر جق اومده زنگ بزنم به یکی از رفیقام الان که اینجا کار نمیکنه اینجا پاشی بدی استخ در کوسا می رو میبینی بدتر میری تو توالت استخ <تص> میزنی راست میگی جای شما که اصلا کار نمیکنه حواسم هم نیست نداداش تو ایران میری اونجا یک صد تا مرد لخت هستن همه از این چاغال چاغالا میری سخت درد میشه بوی عرق بوی کیر داداش آره نمیدن چیگی آره واقعا جب اصلا یه چیزیه که خیلی جالبه خیلی جالبه سویلا ضرر ثابت شده ای نداره میگن نمیدونم باعث میشه تو در آینده آبت زود بیاد تو موقعی که مثلا تو جوونی جق بزنی وقتی زن میگیری دیگه نمیدونم نمیتونی سکس کنی نوعوز نداری شون بولانست به قول تو راست نمیشه نمیدونم چی 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 زیر چشات گود میشه چشات ضعیف میشه اینو که من خیلی شنیدم شنیدی جغ چشا رو ضعیف میکنه چشات ضعیف میشه فلان فلان همه اینو واقعا یه سری چیزای علکیه در مورد جق یعنی جغ واقعا خیلی جالبه یه چیزیه که هیچ ضرری نداره ولی نمیدونم چرا رو مخه اکثر کسایی که میزنن هست یعنی خیلی با من یه چنلی هست جالبه توی یوتیوب خب حالا تبلیغش هم نشه این چنله فقط در مورد جق صحبت میکنه پسره خب 20 کا ساب داره پشوای پش من ریخته یعنی فقط میاد در مورد جق ترک جق اعتیاد به جق کلا از روز 3 تا 180 بعد ترک جق چه اتفاقی میفته فلان فلان 20 کا سابسکرایب خواهر و مادر یعنی ما این همه مثلا آدمایی داریم که جق میزنن و دوست دارن ترک کنن 20 هزار نفر ببین من رو کامنت ویدیو رو درست کردم انقدر واسه من بچه ها کامنت که سوال میشه یه داستان رو جق ما هیچی نمیدونیم بعد خوبه کار کیریه کار خوبه اون چه نه کار نه رو ببر نه کسی گفته نکن اگه به خدا باور داری که خدا دو دو گوش درست, درست کرده دیگه ای خدا نمیخواد جواب بزنی درستش نمیکرد اگه به خدا باور نداری که دیگه از چی میترسی بزن حالش رو ببر دیگه من دیدم اینه ولی حالا حکی هجی روحته ما که هر روز داریم چشه اونم خوبه آبمونم، من آبم زود میومد همیشه زندگی آبم هم زود میومد به خاطر من این, این تئوری منه به نظر تو چیه به نظر من حامل کردن یه زن پوینت به کیرم نیستش که زن خوشحال باشه یا ناراحت باشه پوینت اینه که آب من بره تو کس اون حامله بشه توی حیوان توی جنگل یا اولاغ دارم صحبت میکنم مثلا ما هم یه روزی تو جنگل اون حرکت رو داشتیم اون حیوانی که میتونست سریعتر بیاد موفق تر و باهوش تر و ادونس تر از اون حیوانی که میتونه آروم تر بیاد چون من اگر یه دونه ه... یه دختر رو میبینم که با هم کار میکنیم توی توی یه دقیقه یا سی ثانیه میتونم بیام اونو حامله کنم اگه تو 20 دقیقه طول داری تو امکان شیر بخورتت ولی من تو اون 20 دقیقه هفت نفر دیگه هم حامله میکنم سیزده وقت دارم فرار کنم واسه من منو شیر نمیخوره هفت دارم حامله میکنم تو رو ولی شیر میتونه بخوره واسه همین توی دنیای حیوانی که واقعیت ماه ما آب زود اومدن یه قدرته، یه هنره یه چیزی که بعد ایمیجینیشن و همینت کانکت بشه که تو بتونی این کارو انجام بدی واسه همین من فکر می‌کنم و من چون باور داشتم که من مغزم همیشه باهوشتر از آدم متوسطه و من بیشتر میفهمم اینا یکی دلیگم که زود میام اینه من اینجوری با تهارایزش برای خودم بعد یه تایمی که قبل از که با خانمم دوست بشم گفتم آقا من میخوام ببینم چطوریه که من که مثلا دارم یه انقدر قدرت مغزم بالاست و قبول ولی آیا من میتونم حالا کنترلش بکنم که دیرتر بیام گفتم یه کاری میکنم شروع کردم فیلم سکسی گذاشتن جغ میزدم. میزدم 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 اون لحظه که میخواستم بیام وای میستادم این لحظه که داشتم میمونم ول میکردم بل میکردم دستش نمیزدم واسه مثلا 10 دقیقه رو بعد دوباره میزدم دوباره داشتم میونام ول میکردم این کار مثلا دو, سا... دو تا چهار بار میکردم بعد ول میکردم بعد سر این یهو چ... کنترلش اومد دستم که یادم یه بار دوربر مثلا دو تا سه ساعت بدون اینکه وایسم نان استاپ داشتم ترتیب دادن رو میدادم نه اینکه مثلا کله بخوره و, و من فلانش لیست بزنم اینو کلا شد دو سه ساعت نه فقط وقتی من شون اون کردم توش داشتم تلمبه میزدم شد دو سه ساعت که یانه ساعت مثلا 2:20 بعد از چند بار مثلا... چند بار این تمرین رو انجام دادی خیلی برام جالبه مثلا سه چند ماه. روز این تمرین استارت دو تا سه, سه ماه هر روز این استارت آره دو تا سه ماه هر روز می یه این وقت چیز علمی تو میگی ها این چیز یه چیز علمیه ها اینه که تو میگی بهش میگن استارت اند استاپ تکنیک تکنیک خب یه تکنیکیه اه. که کاملا علمیه آره که کاملا تو تو داشت واقعا میگم مغزم زیاد کار میکنه واقعا درسته پشمام این اصلا یه چیز کاملا علمیه تو برو توی چیز بزنی یکی از بهترین راهها برای درمان کسایی که زود انزالی دارن اینه که بیام ولی میدونی طرف فکر میکنه یه بار این کارو بکنه باید درست شه تو صبور بودی سه ماه واقعا زمان زیادیه این بهش میگن استارت اند استاپ هم میتونی موقع سکس این کار رو انجام بدی که موقع سکس ممکنه کله پارتنرت کیریشه تو بکنی هنوز بخواد هی مثلا وایسی باز بکنی باز وایسی ولی به قول تو تو جق این کار رو میتونی بکنی موقعی که میخواد و خیلی مهم اون تایم اون گلدن تایمه رو دریاری اون تایمی که دقیقا تایمیه که فکر میکنم دو تا دیگه بالا پایین کنی آبت بیاد آره آره اون آره. تایمه کجاست حتی شده یه بار وایسادم وقتی شلوارمو کشیدم بالا شورتم که خود به دولم اومدم نتونستم یعنی این کشیدم بالا بعد دور کشیدم پایین <applause> فهمیدم بعد چقدر سب میکردی بین این استاپ تا استارت بعدی اصلا خیلی زیاد یعنی کارم این بود که میزدم بعد که میشد دیگه ول میکردم میرفتم حتی شاید مثلا فردا دوباره بعد میگم تونستم برسم به دو ساعت تلم بزنن بعد که داشتم با النا بودیم مثلا دو ساعت و 20 دقیقه شد النا اینجوری منو هول گفت تو دیگه نمیتونم دیگه از ناف پایینم اصلا احساس نمیکنم جون مادرت بس کن بعد گفتم مادر تو گایدم یه اون به ما گفتن زود میای حالا ما کردیم دیر میام میگن دیرم نه کیرم در که شما هیچ جوری راضی نمیشین کوسه نه تو اینجوری پس که زود میام من خودمو بگم که تو هم ناراحت بشی خب من خودم خوشحال میکنم تو ناراحت بشی چه فرقی داره <applause> برگشتم به روزای خواهر بیدیم نه صحیح. مثلا دو سه ماه طول کشید برگشتم به قدیمم دوباره جالبه برام این روشی که گفتی خیلی روش خوبیه چون زودرز زودنزالی هم یه مشکل خیلی بزرگیه که جوونا دارن چون نمیدونم حالا تو قبول دارم میگی این قانون طبیعت این خوبه اصلا این باعث کمک به بقا میشه آره ولی الان که دیگه اون نیست بیاد ولی آره ولی خب اتفاقی که میفته تو عمل مردی قوی تره که بیشتر سکسش طول بکشه خب؟ درسته. درسته. و خیلی انا. این مشکل رو دارن که دوست دارن آبشون دیر بیاد و نمیدونن چیکار کنن سر اینکه آبش دیر بیاد داداش طرف میره معتاد میشه یعنی رسما میره آقا ترامادول میخوره نشه میکنه تریاک، شیره، فقط سر اینکه آبش دیر بیاد چه جالب نمیدونم قرص آره مگه اونجا قرص تأخیری ندارین شما؟ نه اه مگه میشه الان اونجا یکی آبش زود بیاد برای اینکه کمرش سفشه چی کار میکنه؟ نمیدونم تا نپرسم دفعه که گیرم دکتر ازش میپرسم اینو میپرسم ببینم چیزی هست؟ اه تو ایر تو ایران که پر داداش تو ایران یه قرصی هست شبیه کیر و خواهی هست یعنی خود قرصه اندازش مثلا اندازه نصف بنده انگشته حالا اگه خواستی برات عکسش رو میفرستم اگه خواستی تو پادکست بذار عکسش رو شبیه دلیه آره، شبیه کیرو آره شبیه کیرو دو تا خایس این قرص تأخیری بعد اینا معمولا دو تا چیز تو خودش داره سیدنافیل داره که سیلدنافیل کارش راست سیل سیلنافیل باعث میشه تو کیرت راست شه خب مشکی آه. کنارش, ت... کنارش ترامادول هم داره یعنی این دوتا رو میان با هم دیگه ترکیب میکنن یه قرصش میکنن ترامادول کارش چیه وایگرا اون اون, اون اولیه رو فقط داره وایگرا فقط سی... وا... اصلا سیلدنافیل اسم تجاریش وایگرا آها فهمیدم فهمیدم یعنی تو الان وایگرا اگه بخری از داروخونه روش رو نگاه کنی نوشته سیلدنافیل بعد بالاش نوشته وایگرا یعنی در از اسم تجاری وای اسم تجاری سیل وایگرا وای یعنی جفتش یکیه احمده. که راست میکنه ولی یه کمی هم تاخیر میاره وایگرا ولی نه اونقدر بعد اینو میان با اوپیوم تحر... ترکیب میکنه حالا اوپیوم ها هر چی باشه یکی میاد قبل شیر تریاک میکشه یه سیل روش میخوره یکی ها. میاد ترامادول میخوره و سیلنافیل یکی میاد قرص برسه... یکی میاد متادون میخوره یکی هروئین میکشه یکی هر چیزی خلاصه خب اینا تاخیر میارن توی انزال حالا قرصا ترکیبی میان سیلدنافیلو یا وایگرا با مثلا ترامادول قاطی میکنن طرف میخوره مثلا میخواد بره یک پرنستا رو بره بزنه زمین به معنای واقعی خب یه دختر مثلا از این دخترها که سالی یه بار به تورش میخوره میاد یه دونه از اینا میخوره هم اون سیدنافیله نمیذاره بخوابه اون ترامادوله هم نمیذاره آبش بیاد یعنی طرف دو ساعت راست راست فقط میکنه بعد این باعث میشه که خیلی هم معتاد چند یعنی طرف میبینه آقا زنش ناراضیه از سکس زنه مثلا میگه آقا پارتنر من آبش داره تو پنج دقیقه میاد من دوست دارم نیم ساعت طول بکشه طرف میفته به نشه بازی و به خودش میاد میبینه سر مثلا یک سکس داره هر روز نشه میکنه اینی که گفتی خیلی خوب بود خیلی ممنونم ازت که واقعا تجربت رو به اشتراک من خودم با کگل یه سری تمریناته که بالا بچه های چنل تو هم بدونن خیلی خوبه یه نرم افزارهایی هم هست که اصلا این تمرینا رو برات راحت کنه تمرینات کگل یه سری تمریناته که میاد عضلات کف لگن رو تقویت میکنه و تقویت این عضلات کف لگن باعث میشه که تو آب دیرتر بیاد و میگم اینم بازم نیاز به دو سه ماه تمرین داره نیاز به عجله نباید بکنه آدم من خود شخصیم بدون دارو بدون هیچی این داستانه این که بزن نیای خیلی راحت کار کرد یه خور اولش اذیت میشی چون واقعا دلت میخواد بیای ولی بعد مثلا سه چهار روز دیگه اونش اوکی میشی با این موضوع روش های ابدایی با پلاستیک فریزر هم خیلی جالبه حالا شما خوبه پ... شما خوب راحت این کس مصنوعی میخرین و عشق میکنین آره من یه دو داشت از اون جناب بود با اونم حال میده یا نه اون نه اون نه خیلی حال میده؟ ببین من دو سخنم بریک آب که کردم دو تا دوستان برای شوخی واسه من یکیشون گرف، یکی کون گرفت یکیشون کس کس یه چیز پلاستیک انقدی بود بعد این واسهش یه سوراخ داشت که میومدی میکردی توی این خیلی احمقانه بود چون یه چیز کوچولو بود بعد وقتی رو تخت تکون میخورد مثلا باید با یه دست نگرش می‌نشی با اون دستت می‌کردیش خیلی احمقانه بود بعد یه پلاستیک سرد بود بعد اول میشه گرم شده انگشتت میکردی توش یه خورا گرمش میکردی بعد کرم میزدی به کرم خوش میشد یهو پلاستیکی میشد خیلی کیری بود بعد یه دون اون یکی که واسم کون خریده بود چیزی که بود تو یه قمقمه تصور بکن یه قمقمه بود درشو باز میکردی بالاش یه سوراخ کون بود اون بالا بعد این قمقمه رو برمیگردوندی میزیشی روشون بولت بعد با اون که میزدی انگار یکی داره بهت کون میده اون خوب بود ولی کس مصنوعی کسچر محض بود چون نمیسی بگی دستت بالا پایینش کنی چون غیرادی مربع شکل بود جای دست نداشت اینکه که این قمقمه بود قشنگ گریدش میگرفتیش بعد خیلی هم بامزه بود تشی سوراخ داشت بعد باز میکرد که هوا بره بیرون صدا نده چون اگه سوراخ رو باز میکردی صدا میداد توی صدای صدا ساکشن میداد باز میکردی بالاش که صدا نده دیگه <تص> حالا <applause> <متصفيق> مردم شریف ایران میان خودشون چون دسترسی ندارن با پلاستیک فریزر چنین چیزی رو درست میکنن داداش آره من اونم کردم من تو ایران مثلا... پشتی مبلو چیدم و زمین بعد یک یه جوری چیدم که به واسطشون یه مربع خالی مون بعد دو تا کیسه فریزر گرفتم به همدیگه بستم پایینشو بعد توش آب داغ کردم بعد دولم که کردم واسطش دولم سوخت زیادی داغ کرده بودم <تصفيق> آره <تصفيق> 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 حالم نمیده زیادی هیچ هم دست خدا آدم نمیشه نه دیدی بعضی موقع به دختره میگی شرط مثلا میکشی پایین بعد دختره میگی بزن وسط بزنم میگم کوچیک خونی خو که خودم بلدم مثلا میگه که خب دست چپ برات مسواک بزنه <تصفح> <تصفح> دقیقا کشت به سالات سلطان واقعا یه وسه صد بزنم که که خودم بلدم کسخالم بدم تو بزنی من 20 سال تجربه دارم بچه‌ام دو بزنی خیلی خوب بیبی بی بوی من همینا میخواستم برای بچه‌ها یه راجبه با خود ارزی صحبت کنیم من فکر می‌کنم همه چی رو کاور کردیم از خاطرات خنده دار از ضرر از سود از چه سنی شروع کنیم من که حرف کردم این دیگه هر سنی اوکی به نظر من و فکر ما همه چی کاور کردیم اگه بچه ها کامنتی سوالی دارین بزنین ان تو ویدیوی بعدی چون من دیگه این سنا رو ولکن نیستم من دیگه حداقل ماهی یه دونه پادکست با سنا میگیرم شده فقط بگیم ما هم بگیم چیکار کنیم واسه افتخار داداش به خدا همینطور دو طرف است و اشتر. اگه سوالی چیزی دارین بپرسین چون میدونین جایی ندارین که واقعیت رو بهتون بگه جایی ندارین که راحت بتونین هرچی میخوان بپرسین جایی ندارین که تجربهشون کسی شیر کنه واقعا تنها جایی که دارین همین جاست اگه کس میگم به او کس میگی کجا میتونی بری بپرسی که میخوام جق بزنم بعد ویدیو درست کنم اینجوری تو به من بگو من برم نگاه کنم اون ویدیو رو دمتون گرم یو چاکس